خانم نوری، شما خودتون به عنوان فردی که در دهه 60 زندانی سیاسی بودید، چند ماه در زندان گوهردشت سپری کردید اونجا. الان می‌بینیم که یکی از عواملی که در کشتار زندانیان سیاسی دست داشته، در دادگاه استکهلم داره جلسات دادگاهش برگزار میشه. شما به عنوان کسی که خودتون تجربه زندانی شدن رو داشتید، چه حسی نسبت به این دادگاه دارید و وقتی که دادگاه رو دنبال میکنید، نظر شما درباره روند برگزاری این دادگاه تا الان چیه؟ خیلی ممنون از سوالتون. من فکر میکنم که اول از نظر من این دادگاه حقوقی در واقع به نوعی نقد حقوقی نسبت به دادگاه های دینی هستش، دادگاه های قوه قضاییه دینی در ایرانه، که چگونه اونها روند دادرسی رو انجام میدادن و یا بر چه اسنادی میتونستن در واقع حکم بدن، چون حکمشون حکم در واقع الهی و بر مبنای فتوای خمینی، حالا کشتار سال 67 بر مبنای فتوای خمینی، ولی کل در واقع زندان و کل جامعه ایران بر مبنای قوانین الهی. خب طبیعیه یک دادگاه حقوقی در واقع به نوعی یک ابزار بسیار انسانی حقوقی به نقد اعمال اون میرسه و من خیلی خوشحالم از این که حمید نوری دستگیر شد، حمید نوری داره محاکمه میشه و این برای من اهمیت نداره که در چه رده‌ای قرار گرفته، حتی در عنوان یک معاون دادگاه. ولی چیزی که برای من اهمیت داره و خیلی اهمیت داره، درسته که حمید نوری در حال محاکمه هستش، ولی واقعیت اینه که به تو تمامی این روند میرسه به کل قوانین دینی حاکم در ایران و اون سلسله مراتبی که داره، که اساساً به چه شیوه هایی با زندانی برخورد میکنه، به چه شیوه هایی اعدام صورت میگرفته یا شکنجه میشدن. به هر حال وقتی که من دارم حمید نوری و صحبتاشو میشنوم یا روند دادگاهو، من نمیتونم اینا رو جدا بذارم از کل اون چه که در واقع توی ایران گذشته و یا در دهه 60. خب ما هم در دور اول دفاعیات حمید نوری و هم امروز شاهد بودیم که به عناوین مختلف سعی میکرد به شاهدها و شاهدی ها و یا خانواده های دادخواه بی احترامی بکنه، توهین بکنه. امروز هم همین موضوع رو دیدیم، حتی در قبال وکلای مشاور هم همین حالت رو داره، مثلا سعی میکنه با برخی کلمات اونها رو دست بندازه یا توجه چندانی به دادگاه نداره. به نظر شما چرا سعی میکنه که این کارها رو انجام بده و به این شیوه بی احترامی بکنه به دادگاه؟ من ترجیح میدم که در وهله اول یه مقایسه بکنم بین زمانی که هنوز دادگاه برگزار نشده بود و ماه به ماه دادگاهی تشکیل میشد که بازداشتش تمدید میشد. یه شخصیت کاملا متفاوت در اون زمان که حدودا یک سال بود گذشته بود، یک آدم بسیار عصبی، خشن، ناآرام که وقتی که وارد دادگاه شد شروع کرد یه جمله عربی از قرآن رو خوندن که این منافقین اومدن به کفار پناهنده شدن و باید حد اکثر رنج و درد بهشون وارد بشه. حالا ظاهراً یک شخصیت به اصطلاح تثبیت شده با شکل و شمایل آرام. من فکر میکنم که این رفتاره، حتی درسته که اینجا سعی میکنه که رفتاره دلقک‌گونه داشته باشه، ولی به نظر من همون کاریست که همیشه جمهور اسلامی کرده، همیشه دروغ گفته، تحریف واقعیت کرده، انکار حقیقت کرده و دست انداخته و همیشه سعی میکرده که آشفتگی، یعنی خودش برای یک سیستماتیک با جامعه برخورد میکنه، حالا چه تو زندان چه تو جامعه، ولی سعی میکنه که با رد و قبول بخشای از واقعیت و یا انکار حقیقت آشفتگی ذهنی برای جامعه ایجاد کنه. به نظر من حمید نوری تو دادگاه هم همیشه همین کارو میکنه، یعنی این رفتار دلقک‌گونه یه بخشیش واقعا یعنی آموخته این نظام حکومت جمهوری اسلامیه. و توهین، به نظر من خب توهین همیشه در توهین، ترور شخصیتی، چه فیزیکی چه شخصیتی، دست انداختن ها، همه اینها جزء حداقل رفتارهای این حکومت دینی بوده که این حق رو برای خودش قائله. این حق فقط در این حق و حقیقت در خودش نهفته است، نه در بین دیگران.
خیلی از شما سپاسگزارم خانم مریم نوری. منم از شما متشکرم. متشکرم.